که درک نمی کنم روزه رو، ولی من ترک نمی کنم روزه رو. حتی شده یک نفری روزه خونی برپا میشه، برکت همین هیئت هاست گره یه ما میشه. واسه حل شدن مشکلامون چیزی هست مگه از گریه بهتر؟ روزه روزه بابل هوایج، بابل هوایج برای فاطمه صدا ما شناس، دلیلش هم فقط همین گریه ها. بابام بهم گفته از این خونه باد دست نکشم، از راه حرم اومدم یه وقت خامو پس نکشم. انگار که توی دنیا تمومه، درها بسته بروم غیر از این در. روزه روزه بابل هوایج، بابل هوایج. خوشی امروز من روزه های خونگیه، دونه دونه عشق چشام سرمایه زندگیه. دست خالیم و وقتی میبینم میشه گریه من چند برابر. روزه روزه بابل هوایج، بابل هوایج. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والعاقبت للمتقین، والجنة للموحدین، والنار للكافرین، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین، ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم وامن علينا برضاه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. یکی از موضوعات قابل توجه در مبحث نهضت سید الشهدا علیه السلام پرداختن به هدف مقدس ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست. گاهن انسان توی این حیات مجالس روزه سید الشهدا علیه السلام شاید کمتر توجه کنه و از مقصد و مقصود دور بشه. واقعا چه شد که امام حسین علیه السلام به این میدان آمد و تمام هستی خودش رو در این راه، در راه خداوند متعال فدا کرد؟ در زیارت اربعین سید الشهدا علیه السلام این عبارت هست، می‌فرماید: و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله.
سید الشهدا علیه السلام بس کرد مهجه خودش را، که البته من در بیان شرح زیارت اربعین نیستم، فقط یکی دو نکته رو خدمتتون عرض کنم. از کلمه بذل استفاده شده. بذل به معنای اینه که انسان تمام دارایی خودش و هر چه داره در راه خداوند متعال بدهد و در قبال کوچکترین توقع و انتظاری از خداوند متعال نداشته باش. مورد دوم فرموده بذل مهجته. مهجه رو بعضا معنا کردن به شاهرگ و بعضا معنا شده به اون خونی که داخل قلب هست، آخرین قطره هایی که در قلب انسان وجود داره. به هر حال کنایه از جان و زندگی مادی دنیوی است. سید الشهدا علیه السلام از جان گذشت، از مال گذشت، از زن و فرزند گذشت، از همه این تعلقات عالم گذشت، چرا که لیستن قضا عباد که من الجهال و حیرت زلاله، مردم رو از جهالت خارج بکنه، از زلالت و گمراهی خارج بکنه. لذا پرداختن به این اصل در رأس باید قرار بگیره. صرف عزاداری شاید ارزشی به اون صورت نداره. این که در روایات ائمه طاهرین علیهم السلام ترغیب کردن به اقامه عزای سید الشهدا و ذکر مصائب سید الشهدا، صرف عزا مطرح نبوده، بلکه این اقامه عزا زنده نگه داشتن مکتب سید الشهدا است، زنده نگه داشتن هدفی است که اون بزرگوار دنبال کرد. پس اصل اینه، ما با مرام با مرام سید الشهدا، با روش و منش سید الشهدا آشنا بشیم و ببینیم که این هدف چقدر قداست داره، چقدر عظمت داره که شخصیتی مانند سید الشهدا علیه السلام برای رسیدن به اون هدف جان و مال و تمام تعلقات دنیای خودش را فدا می کند. نامه ای دارن حضرت به برادرشون محمد حنفیه، در بین راه این نامه رو حضرت می نویسن. در قسمتی از این نامه حضرت پرداختن به بحث فلسفه خروج و قیامشون، جمله معروفی است از آقا ابوعبدالله الحسن علیه السلام که قبلنها رو کتیبه های عزاداری ها تو مجالس زده می شد. قسمتی از این نامه حضرت می فرماین انی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما بل خرج رو لطلب الاصلاح. یکی دو جمله هست، اما هر کدام این کلماتی که آقا سید الشهدا علیه السلام عنوان فرمودن دنیای از مطلب داره. در جمله اول وجود مبارک آقا ابوعبدالله علیه السلام پرداختن به حرکاتی که مورد پسند و حمایت شیطان هست. چند تا حرکت در جمله اول حضرت فرمودن انی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما، 3-4 تا حرکت که اینها پشوانه این حرکات و افعال شیطان و وسوسه های شیطانی است. در توضیح این کلام مقدمه کوتاهی خدمت بینندگان محترم عرض بکنم که یکی از راه‌های فریب شیطان برای ما انسان‌ها اینه که شیطان در یک دفعه واحده ما رو در محیط آلوده گناه قرار نمیده، چرا که ما انسان‌ها دارای قوه تعقلیم. خداوند متعال ما انسانها را
ممتاز کرد بین خلایق به خاطر وجود عقل، این شعور و این احساس و این تعقلی که خداوند متعال در وجود ما انسان‌ها قرار داده که در بقیه موجودات این قرار نگرفته. پیغمبر خاصی به نام عقل، اگر به عقل عمل بشه، اگر تذکرات درونی، تذکرات این پیغمبر اختصاصی رو انسان در نظر بگیره، بیشتر راه رسیدن به خدا رو طی کرده. خب برگردیم به این کلام نورانی سید الشهدا علیه السلام که در این جمله اول وجود مبارکشون حرکات شیطانی رو بیان فرمودن. داشتیم اینو توضیح میدادیم که یکی از راه‌های فریب شیطان استدراج، یعنی شیطان خیلی بخوام عامیانه مطرح بکنم، با حوصله و با صبر در میدان فریب آدمیان میاد. عجله‌ای برای گمراه کردن خلق نداره. گام به گام، قدم به قدم، آهسته آهسته انسان رو در محیط گناه قرار میده. و در این کلام شاید حضرت اشاره به همین مسئله دارن. میفرمایند انی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما. شما کلام سید الشهدا رو وقتی نگاه میکنید میبینید همین حلقه ها به ترتیب، این کلمات به ترتیب چیده شده در فرمایششون. اولین گام و اولین حرکتی که وجود مبارک سید الشهدا به او اشاره کردن کلمه اشر هست، انی لم اخرج اشرا. اشر به معنای تفریح و تفرج مطرح شده، به معنای امور لهو و لعب مطرح شده، به حال یعنی کارهایی که شاید مثمر ثمر نباشه، کارهایی که نه برای دنیا اثری داره نه برای آخرت. یه موقع انسان یه کاری میکنه، زحمتی میکشه، نتیجهش برمیگرده به دنیای او. یه موقع هم هست عملی رو انجام میده نتیجه اخروی داره. اما یه موقع هست کارهایی رو انسان انجام میده که جز ابطال عمر، ابطال فرصتها و سوزاندن فرصتها چیز دیگه ای رو دربر نداره. ضرر محضه، ضرر محض، چون که این عمر انسان یک اتفاقه. ما یک بار متولد شدیم، یک بار از این دنیا می رویم. اینطور نیست که بگیم مثلا عمر زاپاسی داریم، 50 سال اول هر جوری شد استفاده کنیم، دیگه در نوبت دوم حواسمون رو جمع کنیم بهتر استفاده بکنیم. اینطور نیست، یک اتفاقه. و هر شبانه روزی که از عمر ما سپری بشه دیگه گذشته است، تمام شده است، قابل دستیابی نیست. روز گذشته را اگر تمام عالم رو بدهن نمیتونیم به قبل برگردیم، دیگه تمام شد. و چقدر هم این اتفاق به سرعت اتفاق میفته، این زمان چقدر به سرعت از دست ما داره میره. در روایتی از فرمایشات امیرالمؤمنین علیه السلام هست، الفرص و تمر رو مر از صحاب، فرصتهای شما انسانها مثل مرور ابرهای آسمانه. خیلی تمثیل زیبایی است از فرمایشات آقا امیرالمؤمنین که مثال زدن فرصتها و عمر را به ابرهای درگذر در آسمان. شاید دیده باشید، تجربه کردید، یه موقع انسان آسمان رو نگاه میکنه کاملا ابری است، اصلا خورشید و آفتاب نیست. چند لحظه ای انسان غافل میشه، مجدد نگاه میکنه میبینه هیچ تکه ابری وجود نداره، تمام رفتن. حضرت میفرمایند فرصتهای شما آدمیان هم مثل همون ابرهای آسمانی هن، در گذرن. انسان نگاه میکنه اول جوانیشه، اول تراوت و شادابیست، اگر خدای نکرده غافل بشه
فرصت از او گرفته میشه، به خودش بیاد میبینه 50 سال، 60 سال، 70 سال کمتر یا بیشتر از عمر سپری شده و دیگه قابل برگشت و جبران نیست. فخر رازی از علمای اهل سنت در تفسیرش مقدمش جمله ای رو میگه، میگه من در بازار بصره داشتم عبور میکردم، دیدم یه یخ فروشی ایستاده، قالب های یخ رو آورده در معرض نور مستقیم آفتاب، هوای گرم، داره اینطور تبلیغ میکنه که مردم یخ های او رو خریداری بکنن. ایها الناس ارحموا علی من یذوب رأس و ماله، ای مردم رحم کنید بر اون کسی که سرمایش در حال آب شدنه. این یخ ها رو بر حال مالی رو صرف کرده، پولی داده، از کارخانه خریداری کرده، آورده در معرض نور آفتاب، هر چقدر که گرما شدیدتر باشه و اینها آب بشه، در حقیقت سرمایه این بنده خدا در حال آب شدن و تلف شدن هست. این عالم اهل سنت میگه من دیدم در حقیقت تبلیغ این یخ فروش همان سوره عصر است که در سوره عصر خداوند متعال میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. چندین قسم و چندین حروف تأکید در این یکی دو تا آیه اول از سوره عصر آمده که خداوند متعال قسم میخورد به عصر، ان الانسان لفی خسر، همه انسان ها در خسرانن، در ضررن، علی الدوام ضرر میکنن. در آیات بعد چند دسته رو استثناء کرده، الا الذين امنوا، اون کسانی که ایمان پیدا کنن به حق تعالی و عمل و صالحات، دنبال کار خوب و صالح باشن، تواصا بالحق، تواصا بالصبر. این 3-4 تا دسته ضرر نمی کنن یا کمتر ضرر می بینن، اما بقیه تمامشون خسران محضه، چرا که عمر خودشون رو سپری کردن و در مقابل از دست دادن عمرشون چیزی به دست اونها نیومد. لذا این کلمه اولی که در فرمایش سید و شهدا علیه السلام آمده، این از شاید به تعبیری بگیم اولین دامی که شیطان برای ما انسانها باز کرده، امور عبس، امور پوچ و بی ارزش که در قبال از دست دادن فرصتمون چیزی ذخیره نکنیم، کاری انجام ندیم. شما ببینید در اسلام که اونقدر ترغیب شده به کسب علم و دانش که پیغمبر اسلام فرمودند ز گهواره تا گور دانش بجوی. اسلام دین دانشه، دین علم، دین اطلاعاته، اما با این همه سفارشات در دعاهای مختلف داریم، در دعای ابو حمزه، در دعاهای دیگر که فرمودن خدایا الهی اعوذ بک من علم لا ینفع، خدایا پناه میبرم به تو از کسب علم و اطلاعاتی که مفید به حال من نیست و هیچ اثری بر این علم و این کسب اطلاعات مترتب نیست. پس در رابطه با علم و دانش و اطلاعات هم انسان باید مرزبندی بکنه، عمری که و فرصتی که در این راه داره از دست میره چی به دستش میاد، و این قابل توجه جامعه ما، مخصوصا نسل جوان که امروز متاسفانه خیلی ها سخاوتمندانه دارن عمر خودشون رو هدر میدن، بریز و بپاش نسبت به عمرشون دارن، بیشتر فرصتشون رو تو فضاهای مجازی، در سایت‌های مختلف سپری میکنن که شاید مثمر ثمر نیست، نه برای دنیای اونها مفیده نه برای آخرت. حالا تازه این گام اوله بحث عشر، یعنی امور بیفایده، نه امور حرام. اون بحثش که خب جداست، اگر خدایی نکرده انسان کنترل نکنه نفس را و توی این فضاهای مجازی به سمت حرام کشیده بشه،
اون بحث جدایی است، اون دام دیگری است که شیطان به روی ما باز کرده. اما اولین دام طبق فرمایش آقا سید الشهدا علیه السلام امور لهو و امور پوچ و بی ارزش در نظر گرفته میشه و خداوند متعال رو باید تقاضا کنیم که انشالله به حرمت خون سید الشهدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام به ما توفیق عنایت کنند از لحظات و آنات عمرمون به احسن وجه استفاده ببریم، که میدونید یکی از اسامی روز قیامت یوم الحسره هست، روز حسرت خوردن. در روز قیامت انسان حسرت میخوره نسبت حالا به افعال سیئات و گناهانی که انجام داده یا ترک فعلها، کارهایی که میتونست تو این دنیا کنه اما نکرد، دنبال امور پوچ و بی ارزش رفت. فردای قیامت حسرت میخوره که عمر خودش رو از دست داد و در قبال عمرش چیزی به دستش نرسید. خداوند انشالله با آبروی محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، با آبروی آقا سید الشهدا علیه السلام به ما معرفت و بصیرت و هوشیاری و تنبه عنایت بفرماید، توفیق انشالله بهره برداری حد اکثری از لحظات و آنات عمرمون انشالله به ما عنایت بفرماید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنور، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رحمت بر آن که با تو من را آشنا کرد، رحمت بر آن که با تو من را آشنا کرد،
اسم تو را بردم مرا زهرا دعا کرد. هر کس به یک نایی به درد رو زد خورد، کشتی تو براب افتاد و چا کرد. یادم پیر غلاما همه گریه کنم، همه چای ریزا و کف جف کنای مجلس عبی عبدالله، که مثل امروزی زیر خاک دستشون از این روزا کوتاه، برسه به رو همشون همه پدر مادرها. آقای من حرم ریایی با تو شد، حر حسینی در محضر تو میتوان مصر را طلا کرد. سال خدا یک شبش ماگ حسین است، خیلی جوان در ما تمد رو به خدا کرد. آقای من در دست سینه زنی آدم نرفته، بابای من آمد مرا وقف شما کرد. سوگل بر زهرا که محتاج کسی نیست، دستی که بار روزعت را جا به جا کرد. آقای من این روزا رو امام رضا یادمون داده، گفت یبن شبیب ان کنت باکیان لشک فبکل لسک. هر جا خواستی برا مصیبتی ناله بزنی، گریه کنی برا جد غریب ما حسین گریه کن. یبن شبیبی گفت و دلا زیر و رو شد، این حرف این حرف سلطان رضا را کربلا کرد. فرمود جد غریب ما رو با لب تشنه شهید کردن، جد غریب ما یک نفر ولی او را بین گودال بارا کشتن. بمیرم زبانم لال، خواهرش را پس از بریدن سر خنده نیزه داراب کشتن. آره به ولاب باید انقدر گریه کرد بر مصائب جد قریب شما، آدم دق کن از این مصائب. اما عرض روزه امروزم در خونه کدوم عزیز باشه؟ امروز برم در اون خونه نازدانه ای که 3 سال بیشتر نداره، اما گرای بزرگی رو از این عالم آدم باز کرده. برم در خونه اون 3 سال این که
انقدر جلو امامش پافشاری کرد، آخر حاجتش رو گرفت. کدوم لحظه رو میگم؟ اون لحظه ای که ای پا زمین میکوبم، من بابامو میخواب. اون لحظه ای که انقدر زجه زد، ناله زد بین خرابه شام، خواب ملعونو به هم ریخت. چی میخوادید دختر؟ گفت امیر باباشو میخواد. گفت ببرید براش باباشو. بمیرم برا اون لحظه ای که سر بریده ارباب غریب من و شما را جلو چشای این سه سال آوردن. آخه یکی نبود بگه دختر سه ساله مصیبت دیده را آرام میکنن، سر سلامتی میدن، دست نوازش به سرش میگشن. اما امان از اون لحظه ای که سر بریده باباشو جلوش گذاشتن، یه نگاه به امه کرد. امه این سر برا کیه؟ امه یه اشاره ای کرد، این سر بابای غریب حسینه. اینجا بود شروع کرد روز خوندن برای بابای غریبش. زبان مال من از همه التماس دا، گفت بابا تا ول دستامو نگاه کن، سوخته مواب شونه نمیشه. سر که واسم بابا نشد پس خرابم خونه نمیشه. بابا بابای من دختر نازد، اسیره یه گله یه گرگه. پاشو ببین قد منم مثل قد مادر بزرگه. چند شبه که به جای باز سرم روی بال شریگه. بابا چند شبه که بوسم نکردی، هیچکی با سب قصه نمیگه. هیچکی با سب قصه نمیگه. سر رو برداشت بین آغوش گرفت، شروع کرد گریه کردن و روزه خوندن. من زلذی ایتمنی علی سقر سنی، کی منو به این کودکی یتیم کرده. من زلذی قطع وریدک، بابا چه کسی رگای گردن تو بریده. گفت و گفت و گفت، یه بار دیدن سه سال آرام گرفت. بچه آرام ناله بزنید، چه بسا سه سال خوابش مرده. اما صدا زد عمه سر روی خاک نذار، بلند شو رو دامن عمه بخواب. تا دست به بدن این سه سال زد، دید بدن نقش زمین شد. سر از دامن رقی خانم را دق کرد، با بدن باباش بال زد. گفت سه سالم دختر شاهدینم، بانوی قد خمیده و حزینم. آی دشمن سیلی بزن، حرفی ندارم ولی فقط بذار من بابامو ببینم، فقط بذار
من بابامو ببینم، به اون بدنی که مثل بابای قریبش بلا غسل و کفن، آخه زن قصال آمد دیدیم بدن پر تاوله پر زخمه، گفت من دست به این بدن نمیزنم، معلوم نیست به چه بیماری از دنیا رفته، نمک به زخم زینب کبرا، به خدا مریضی نداشته این دختر، هر جا گفت بابا تازیانش زدن، هر جا گفت بابا کعبه نیش زدن، اینقدر از روی ناق زمین افتاد، به جای نوازش کردن با لگد و تازیانه به دستای پرابلگ بی بی جانمون، رقگ خانم به پای پر از آبله ورم کرده یه سه ساله یه حسین، فرمود هر جا ناله زدید گریه کردید برا جد غریب ما ابا عبدالله، لحظه استجابت داست برا فرج امام زمان دعا کنید، همه با هم هر جا صدای منو میشنوید، دعای فرج اربابمون رو زمزمه کنیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الهی از من بلا، الهی عظم البلا وبرح الخفا وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء، اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرض علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا، كلمح البصر أو هو أقرب، يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران، يا مولانا يا صاحب الزمان، الغوث 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 أدركني أدركني أدركني، الساعة الساعة الساعة، العجل العجل العجل، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.